گر خواهی شادی وجد حقیقی عیسی را در دل بپذیر گناهت پاک سازد شبت را روز کند قلبت را نوسازد سازد دائم با تو ماند گر شادی وجد حقیقی ایسا را در دل با عرض سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و این امید که حالتون خوبه و در فیض و آرامش عیسی مسیح به سر میبرید مطالعه دیگری در کلام خدا را آغاز میکنیم هدف از این مطالعه در کلام خدا اینه که شما با شخصیت واقعی عیسی مسیح و با فیض و محبت او آشنا بشید تا بتونید با شناخت صحیح به او به عنوان منجی و خداوند ایمان بیارید. عزیزان عنوان این مطالعه در کلام خدا هست حیات به معنای واقعی حیات به معنای واقعی دوست خوب من آیا شما امروز از کیفیت زندگی خودتون راضی هستید؟ آیا شما هر روز در شادی الهی خداوند پر از امید و آرامش زندگی می کنید؟ آیا شما هر روز زندگی خودتون را با اطمینان خاطر از اینکه زندگی شما هدف مقدسی را دنبال کرده و موفق بوده به پایان می رسونید؟ آیا شما پر از شوق و ذوق سرشار از اینکه زندگی هر روز شما بسیار حائز اهمیته روزتون را آغاز می کنید؟ دوست خوب من این تصادفی نیست که شما دارید امروز صدای من را می صدایی که داره پیام امید و محبت خداوند را به شما ابلاغ میکنه اگه شما به عیسی مسیح به عنوان خداوند و منجی خودتون ایمان دارید باید از این اطمینان داشته باشید که حال تمامی گناهان شما آمرزیده شده اند شما به فرزند خاندگی خانواده الهی خداوند برگزیده شده اید خداوند به شما حیات ابدی در بهش در نزد خودش را زمانت نموده حال روح القدس روح مقدس خداوند در شما سکنا گزیده و تا لحظه ای که زنده هستید در همه جا و در تمامی شرایط زندگیتون با شماست. بله دوست خوب من خداوند گناهان شما را آمرزیده به شما حیات ابدی عطا فرموده و حال با روح مقدسش با شماست تا در حکمت و دانش الهی خودش برای به کمال رسوندن منظور الهی خود از خلقت شما در و توسط شما در این عمر زمینیتون عمل کنه دوست خوب من لطفا دقت بفرمایید خداوند در شما سکنا نگزیده تا شاهد این باشه که شما بقیه عمرتون را در نگرانی و استراب از اینکه در آینده چی خواهد شد و چی به سر شما خواهد آمد سپری کنید. خداوند روح القدس در شما سکنا نگزیده تا شاهد این باشه که شما هر روز زندگی خودتون را در افسوس نداشتن چیزهایی که آرزوی داشتنشون را دارید تلف کنید دقت بفرما خداوند دانای مطلق و قادر مطلق همیشه در همه جا حاضر بی هدف شما را خلق نکرده خداوند دانای مطلق و قادر مطلق همیشه در همه جا حاضر در حکمت و اراده خاص و الهی خودش که فوق تصور هر انسانیه شما را با دقت خاصی و برای منظور خاصی آفریده او در حکمت و اراده خاص الهی خودش بهتون ظرفیت ها، استعدادها و عطایای خاصی داده و والاتر از همه اینها روح القدس یعنی شخصیت سوم تسلیس روح مقدس خداوند قادر مطلق دانای مطلق همیشه در همه جا حاضر حال در شما زندگی میکنه بله دوست من خدا با روح مقدسش در شماست لطفا به این موهبت بیمانندی که به شما ایماندار به عیسی مسیح عطا شده تعمق کنید حال شایسته است تا در عقل سلیم و منصفانه از خودمون بپرسیم خدا که مرا در حکمت و توان الهی خودش به منحصر به فرد با عطایا و استعدادهای خاص آفریده خدا که جان خودش را برای بخشش گناهان من فدیه نموده خدا که حال با روح مقدسش در من زندگی میکنه تا بتونه در و توسط من عمل کنه آیا من اونقدر فروتن هستم که به او اجازه عمل کرد بدم؟ آیا من اونقدر فروتن هستم تا به خدای قادر مطلق پرفیز که در منه در طول عمر زمینی خودم همکار باشم؟ دوست خوب من جواب شما به این سوالات من چیست؟ آیا مایل هستید تا حیات به معنای واقعی را با کمک خداوند تجربه کنید؟ اگه جواب شما مثبته بیایید در این لحظه دستمون را در دست خداوند روح القدس قرار بدیم بیایید فروتن بشیم و قلب و زندگی خودمون را یک بار دیگه کاملا به او تسلیم کنیم بیایید به خداوند روح القدس از صمیم قلب بگیم من از تو سپاس گذارم که مرا به این شکل خاص و با این توانایی های خاص در حکمت و اراده الهی خودت آفریده ای. من تسلیم خواست و اراده مقدس و الهی تو می شوم. تمام وجودم را به تو تسلیم می کنم. ایمان دارم که تو مرا میبخشی و به من کمک می کنی تا بتوانم با تو همکار بشوم. خداوند من با تمام وجودم حاضرم در این لحظه از تو بشنوم که چطور میتوانم حیات به معنای واقعی را که تو میخواهی من تجربه کنم از تو یاد بگیرم در نام خداوند و منجیم عیسی مسیح دعا می کنم. آمین دوست خوب من خداوند و منجی ما عیسی مسیح یک نکته بسیار مهمی را خیلی واضح و قابل فهم در انجیل متا فصل 16 آیات 24 تا 26 به ما گوش زد میکنه ایسای مسیح در انجیل متا فصل 16 آیات 24 تا 26 میفرماید آنگاه عیسی به شاگردانش گفت هر که می خواهد مرید من باشد باید خود را فراموش کند و صلیب خود را برداشته مرا پیروی کند زیرا هر که بخواهد جان خود را برای خود حفظ کند آن را از دست خواهد داد اما کسی که جانش را به خاطر من فدا کند آن را دوباره به دست خواهد آورد برای شما چه فایده ای دارد اگر تمام دنیا را داشته باشید ولی زندگی جاوید را از دست بدهید؟ آیا چیزی پیدا می شود که قدر و قیمتش از زندگی جاوید بیشتر باشد؟ آمین خدا را شکر دوست من آیا شما مرید ایسای مسیح هستید؟ آیا شما به خواسته عیسی مسیح ازتون ارادت دارید؟ عیسی مسیح از ما میخواد تا بعد از ایمان به او خودمون را یعنی تمامی خواسته های انسانی خودمون را فراموش کنیم. عیسی مسیح میخواد تا ما صلیب خودمون را برداریم و از او کاملا پیروی کنیم. عزیزان صلیب جایی بود که اول خود خداوند محبت و فیض عیسی مسیح خودش را کاملا فراموش کرد و تقدیم خداوند نمود. صلیب جایی بود که خداوند عیسی مسیح بالاترین بها یعنی جان خودش را در راه اطاعت از خدای پدر برای پرداخت تاوان گناهان بشریت داوطلبانه هدیه داد. حال عیسی مسیح داره همچون پدری دانا و مهربان به ما فرزندان خانواده الهی خودش یاد میده چطور میتونیم از حیات به معنای واقعی آن برخوردار بشیم دوست خوب من حیات واقعی حیاتی که میتونه کوه ها را به حرکت واداره حیاتی که قدرت الهی خداوند درش کار میکنه و خودش را نشون میده حیاتیه که با مسیح همکار شده باشه اما متاسفانه ما اغلب در دام این دنیای زودگذر گرفتار میشیم دامی که در این دنیای زود گذر ما اغلب در اون میفتیم و مدت زمان درازی از عمرمون را تلف میکنیم در حقیقت یک طرز فکر دروغینه دنیا در وجود ما نجوا میکنه که زندگی همینه که تو داری تجربه میکنی دنیا به ما میگه شرایط تو هیچ وقت بهتر نمیشند تو هرگز لایق داشتن یک زندگی شاد و موفق نخواهی بود و هزار و یک دروغ شبیه به اینها را مرتب در مغز ما زنده نگه می‌دارد. متاسفانه کم کم ما فریب این دروخها را می‌خوریم و فکر کنیم که حالا باید با عقل و درک و توان محدود انسانی خودمون دست به هر اقدامی بزنیم تا شاید بتونیم به یک شادی و رضایت نسبی در زندگیمون دست پیدا کنیم. ما حضور روح القدس با خودمون را کاملا به واده فراموشی میسپاریم و با عجله شروع به اقدامات بیخردانه می کنیم. بله ما بدون مشورت با روح القدس در خود با فراموش کردن آموزه های کلام خدا اجازه میدیم تا افکارمون وارد محدوده مخرب و دروغین این دنیا بشند. ما باور میکنیم این شرایط فعلی من همینه که هست هرگز عوض شدنی نیست و عمر منم داره سری میگذره ما شروع میکنیم این طور فکر کنیم که عجب من که نه همسری دارم و نه فرزندی من که هیچ پول و ثروتی ندارم من شغل مطمئن و درست حسابی ندارم من که آدم معروف و مورد تحسین در میان مردم نیستم و اصلا هیچ شهرت خاصی هم ندارم من هرچه به اطراف خودم نگاه میکنم هیچی ندارم زندگیم خالی خالیه, خالیه. عزیزان دروغ نهایی خطرناک در مغز ما اربده میکشه که ببین تو چقدر بدبختی تو به زودی هم میمیری و هیچ لذتی از این عمر زمینی خودت نبرده ای دوست خوب من آیا این شرایط فعلی شماست آیا این شرایط فعلی عزیزان شما هستند به یاد بیار که شما فرزند خدا هستید باور این گونه دروغ ها در خور یک ایماندار به عیسی مسیح کسی که خدا میخواد باهاش همکار باشه کسی که خدا به او حیات ابدی واقعی را هدیه داده و کسی که میخواد حیات زمینی به معنای واقعی را تجربه کنه نیستند حیات ما چه بر روی این کره خاکی و چه تا ابدیت در فکر و اختیار کامل خداوندمان عیسی مسیحه عزیزان خداوند دانای مطلق ما که به خوبی میدونه شاید ما گاهی وسوسه بشیم و فکر کنیم عمر ما فقط این چند سال کوتاه بر روی این کره زمینه به ما در کتاب یعقوب فصل چهار و آیه چهارده درس خوبی میده در کلام خدا در کتاب یعقوب فصل چهار و آیه چهارده میخوانیم شما چه می دانید فردا چه پیش خواهد آمد؟ عمر شما مانند مه صبحگاهی است که لحظه ای آن را می تواندید و لحظه ای بعد محو و ناپدید می شود. آمین بله دوست خوب من ما واقعا نمی دونیم فردا چی پیش میاد ولی میدونیم عمر زمینی ما در برابر ابدیت همونطور که کلام خدا به ما میگه مانند مه صبحگاهیه مهی که لحظه ای آن را تواندید و لحظه ای بعد مح و ناپدید میشه اما دوست خوب من ما که به عیسی مسیح ایمان داریم اطمینان داریم که از حیات ابدی در نزد خود او در بهشت برخورداریم بله ما هرگز نخواهیم مرد ما تا ابدیت زنده خواهیم بود شاید سوال شما این باشه که با همه این نداری ها و کمبودهایی هایی که من دارم و خداوند هم از تمامی اونها کاملا آگاهه از این لحظه به بعد اولین قدم من برای برخورداری از حیات واقعی در طول این عمر زمینیم چطور باید باشه؟ عزیزان این سوال ما را خداوند عیسی مسیح در انجیل متا فصل 6 آیات 19 تا 21 جواب میده عیسی مسیح میفرماید ثروت خود را بر روی این زمین نیندوزید زیرا ممکن است بید یا زنگ به آن آسیب رساند و یا دزد آن را برو باید ثروتتان را در آسمان بیندوزید در جایی که از بید و زنگ و دزد خبری نیست اگر ثروت شما در آسمان باشد فکر و دلتان نیز در آنجا خواهد بود آمین خدا را شکر در خاتمه دوست خوب من امروز قلب خودتون را بررسی کنید آیا از شرایط فعلی زندگی خودتون رضایت ندارید و ناخشنودید؟ آیا از اینکه خواسته های شما برآورده نشدند در غم و افسردگی به سر میبرید؟ اجازه بدید تا خیلی دوستانه به شما بگم چرا شما اینطور احساسی دارید؟ دوست خوب من دلیل اینکه از زندگی خودتون راضی و خوشنود نیستید دلیل اینکه به خاطر برآورده نشدن خواسته در غم و افسردگی به سر میبرید اینه که زندگی خودتون را کاملا به عیسی مسیح تسلیم نکرده اید دوست من تا زمانی که شما در فروتنی کامل تمامی جوانب زندگی خودتون را به عیسی مسیح تسلیم نکنید هرگز مزه حیات واقعی در طول این عمر زمینی خودتون را نخواهید چشید بله دوست خوب من تا زمانی که شما تمامی زندگی و خواسته های خودتون را به عیسی مسیح تسلیم نکنید همیشه در حسرت چیزهای نداشته در غم و افسردگی به سر خواهید برد دوست خوب من از این لحظه به بعد مواظب دام و تلهی که این دنیا جلوی شما قرار میده باش به دروغ این دنیا گوش نسپار در همین لحظه تمامی وجود خودت را به خداوند عیسی مسیح تسلیم کن و اجازه بده تا او در و توسط شما شروع به فعالیت کنه تنها در این صورت که شما تعم واقعی حیات زمینی واقعی را خواهید چشید شنوندگان عزیز از شما دعوت می کنم تا در پایان این مطالعه در کلام خدا با او گفتگو کنیم خداوند از تو سپاس گذارم که امروز با قلب من صحبت کردی خداوند از تو سپاس گذارم که مهربان پرفیز و باوفا هستی خداوند از تو سپاس گذارم که تمامی شرایط زندگی من و همینطور احساسات من را به خوبی میدانی و درک می کنی. خداوند به من کمک کن تا در دامهای این دنیای فانی گرفتار نشوم. خداوند به من کمک کن تا همیشه هم به یاد داشته باشم که تو برای بخشش گناهان من جان خودت را بر روی صلیب جلجتا داوطلبانه هدیه نمودی خداوند به من کمک کن تا همیشه هم به یاد داشته باشم که تو حال در من زندگی می کنی تو مشتاقی من حیات واقعی را که هدیه خود توست تجربه کنم خداوند به من کمک کن تا مرید تو باشم من بنا به خواست تو تصمیم میگیرم تا چشم از شرایط زندگی خودم بردارم و بر روی تو و خواست مقدس تو برایم متمرکز سازم خداوند من تمام وجود خودم را به تو تسلیم می کنم به قلب و زندگی من بیا و اراده خاص و الهی خودت را در و توسط این عمر زمینی من به کمال برسان دوستت دارم خداوند ممنونم که همیشه در همه جا و در همه شرایط با من هستی و به من گوش می دهی. خداوند در نام عیسی مسیح تمام این درخواست ها را به تو تقدیم می کنم آمین شنوندگان عزیز با تشکر از اینکه در این مطالعه با ما همراه بودید تا مطالعه بعدی در کلام خدا و شناخت باز هم بهتر از عیسی مسیح فیض و آرامش الهی او همواره با شما آمین Oh oh